روز شما در شادی و سلامتی خداوند همینطور سلام و احترام دارم خدمت عزیزانی که از طریق میدیا یا اینترنت، یوتیوب و فیسبوک و سایت های کلیسا ما را دنبال میکنن خدا را شکر برای وجود شما سلام و احترام خدمت شما نیز دارم ایزان، همه سرحال هستیم همه با انتظار آمدیم بیاین یک دست بزنیم برای ایسای مسیح بسا ساکت نشسته بودیم امروز حلالویا خیلی ساکت رفتیم در عمق حضور پدر و خاطر سرودای زیبایی که داشتیم آمین حتما ایمان داریم که حضور خدا اینجاست و امروز هم با ما سخن میگه چیزی که پدر در بالا در انتظار ما داشت او را دا برای ما امروز ارزانی داشته مطمئن باشین قبل از ایز که بریم کلام خدا را بشنویم ایزان یکی دو موضوع که در قلب ما خدمت شما بگویم چرا گفتم بیاین دست بزنیم برای عیسی مسیح واقعا ایزان امروز شخص من باور کردم یک بار دیگه یک بار دیگه یک بار دیگه عیسی مسیح زنده است واقعا زنده است و آمین که به حرفای ما به درد ما به نیاز ما به خاص ما رسیدگی میکنه ما همیشه گفتیم خداوند به خاص و اراده خودش به دعای ما جواب میده ای که کی باشد بعض اوقات بعض دعا طول میکشه جوابش ولی امروز خداوند در یک لحظه جواب دعای یک عزیز را برای من داد که امروز در این لحظه امکانات از که من اینجا هستم و با شما از کلام خدا صحبت بکنم من که دو روز قبل یک مقدار دندان درد دارم قسمت چپ راست صورتم درد داره دندان بالا درد داره اذیت ولی امروز ساعت هشتنوی صبح وقت که شروع کردم به دعا و خواندن کلام و خواستم برای کلام امروز یک کم بیشتر آمادگی بگیرم باور بکنن که اتفاقا در چنان شدید شد چنان شدید شد که من تصمیم گرفتم که باید آرش یا پاسور زنگ بزنم که چطور است اگر امکان داره کسی دیگه این کار را بکنه حتی بر دخترم زنگ زدم که خواستم بریم بیمارستان از شدت درد دندان بله در اون جریان بودیم من خواهر از کانادا با ما تماس گرفت و صحبت میکردیم که امشب بعد از ای این ختم جلسه در افتخار دادن در جلسه دعوت کردن اونجا باشم یا او گفت خواهر از من نمیتونم خاطر این مشکل دندانه که دارم شاید با شما نتونم باشم قول 100 درصد ندادم ولی بلا فاصله وقت بعد از اینکه صحبت ما تمام شد دیدم که در مسنجر برام پیام گذاشت و دو سه تا پیام پشت پش و همشان دعا بود همش دعا 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 در رابطه با سلامتی که ما بتوانم امروز درد دندان تحمل بکنم همه میدونم هیچ امکان نداره که شما درد دندان تجربه نکرده باشین بعد از یک ساعت یک ساعت و نیم الان متوجه میشه که اصلا هیچ انگار نه انگار که دندان درد داشتیم. <تصفح> واقعا این فیض خداست شاید بر لحظه درد تسکین داده خدای ما خدای تازه هاست کلام خدا ما رو تسکین نمیتد کلام خدا ما رو بنا میکنه ولی دعام کار خودش کرد. با حال به هر حال بریم روی کلام خداوند که از وقت زایه نشه و بریم روی کلام خداوند که ببینیم خداوند با ما چی سخن گفتنی دارد امروز از کلام خودش و یک موضوع را میخواست خدمت شما بگویم و اوی هستش که ایزان در دنیا همه انسان ها، همه بشریت یک چیز را بسیار تکرار میکنیم در زندگی ما ایمان ایمان به خدا ایمان به خدای خالق ایمان به خدای هستی یک کلمه ایمان بسیار بسیار مشهور و بسیار زیاد برای ما آشنا است این کلمه ایمان بله همه ما باش آشنا هستیم همه ما بشناسیم کلمه ایمان و همه میگیم ایمان داریم همه بشریت در هر دین و مذهب و مکتب و فرقه که هست میگن ایمان داریم ایمان داریم من شما با روان مسیح ما هم میگیم ایمان داریم با خداوند خوشبختانه که ایمان ما با تفاوت این که ایمان زنده است ایمان حیات بخش است ایمانی که با خداوند زندگی می کنیم ایمانی که خدای ما زنده است ما با خداوند ارتباط داریم جدا از این حرفا ما میگیم ایمان یک حرف بسیار رایج دیگه در بین ما مسیحیان است خوزن کسانی که در کلیسا وارد میشن زود متوجه ایماندار است؟ این شخص ایمان داره؟ یا ما ایمانداران؟ چقدر تکرار شده می حرف هرانه؟ همیشه بسیار نرمال بر ما شده این حرف ایمان است؟ ایماندار است؟ فلانی با من حرف میزد از کلام خدا ایماندار بود؟ زود سوال میکنه این یعنی کلمه ایمان داشتن ایمان برای ما کم وارد فرق داره گفتنش اما بیایم در کلام خدا دوستان عزیز ببین کلام خدا برای ما چی میگه کلام خدا در رابطه با ایمان تعریف دیگه داره که این تعریف بنا به این مقدمه خدمت شما بگویم زمان که من در جوانی در وطن بودم یک موضوع شنیده بودم میگفت این جاده هموار این جاده هموار همش در خم و پیچ است مردان دبیدن هنرش در خم و پیچ است کسی اگر می که به قله های شهرت و آروزه هایش برسه باید تلاش کنه باید زحمت بکشه زندگی تلاش است باید کارهای را دا انجام داد تا به اونجا رسید پس این جاده زندگی یا بگیم جاده ایمانی ما که بریم به قله های آسمان برسیم خم و پیچی های خودش را داره در نظر آسان میرسه در نظر عادی است بله ایمان دارم با خداوند ولی این جاده هموار خم و پیچه ها آزمایش ها افتادان ها و چالش های زیاده دارد در مجموع کل زندگی چالش ها داره ولی زندگی ایمانی ها نیز چالش های داره همینطور نیست با من موافق هستین که زندگی ایمانی ما اون زندگی نیست که شلیک بکنیم اینجا ایمان بیاریم مستقیما بخوریم با آسمان به ملکوت با کنار عیسی مسیح بشینیم خدا را شاک ایمان وست. بله این آرزو امید را داریم ولی به ای راحتی نیست این یک کار را میخواد این یک چیز میخواد که کلام خدا برای ما تعریف دیگه میت از ایمان و ما دو چیز را در کلام خدا میبینیم ایمان زنده و ایمان مرده این دوتا را به ما تعریف میکنه امروز بیاین خود ما را محق بزنیم یک آزمایش بکنیم ایمان ما را که اگر او آیت را بگذاری اینجا که در کلام خدا در کتاب انجیل مقدس کتاب یعقوب برای ما چی میگه در رابطه با ایمان ایمان بدون عمل چی است مرده است آمد پس ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است پس به این معنی که ایمان مرده هم وجود داره اگر ما به عنوان ایماندار به عیسی مسیح ایمان با خداوند زنده داریم که میگیم ایمان ما زنده است و ادایی این داریم و آمین که هست پس ایمان مرده هم وجود داره خیلی از ایمانداران هستند در دنیا شاید من مدت در این حالت بودیم و واقعا بودیم فکر میکردم که ایمانم زنده است فکر میکردم که ما, می، ما میگیم بهترین ایماندارا هستیم بهترین ایماندار است فکر میکنیم ولی بعض اوقات تصوری نکردیم که آیا یا این با خود ما دو دو تا چهار تا کردیم یا کم فکر کردیم که آیا ایمان ما ایمان زنده است یا مرده اگر ایمان زنده است چطور اگر ایمان مرده است چطور چطور ایمان مرده را زنده بکنیم اوکی okay, کلام خدا برای ما میگه که ایمان که ما داریم نه از توان و نه از قدرت و نه از ابتکار و نه از زحمت و دانش خود ماست این فیض خداست که با ما داده شده ولی ایمان من که زنده است ایمان من که میتونم چطور او رو بکنم ای به عمل احتیاج داره به عمل داره نتیجه ایمان زنده داشتن چی است؟ شادی در سختی ها شادی در سختی ها شاید تعجب بکنیم که یعنی چی مگر امکان داره که ما در سختی باشیم ولی در شادی زندگی بکنیم ش... سختی که شادی نمیاره شادی که سختی که درد داره سختی که فشار وارد میکنه بله آیت اه... کلام خدا برای ما میگه در کتاب همین کتاب یعقوب باب اه... سه آیه 25 باب دو آیه 26 ببخشید آره همان گونه که بدونه، که بدن بدون روح مرده است ایمان نیز بدون عمل مرده است وقتی که کلام خدا بر ما میگه اگر تو که بدن ما بدون روح زنده است ایمان را که درش ما عمل نداریم او ایمان ما مرده است پس عمل ایمان ما چی است پس ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است اینجا کلام خدا زنده بودن ایمان ما را چنان بر ما تعلیم میتونه و صحبت میکنه و بیاین یک چندتا تا آیت را از کلام خدا خدمت شما بخوانم سر بزنیم به آیات از کلام خدا در کتاب یعقوب در باب اول که چطور ایمان زنده و ایمان مرده را برای ما تعریف میکنه چطور بر ما تعلیم خداوند که ما در ایمان زنده چی باید بکنیم چطور عمل بکنیم ایمان خود ما را چون اینجا گفتیم که تنها ایمان کافی نیست عمل ایمان هم پشتیبان نداره اگر میخوایم ایمان ما زنده باشه باید عمل بکنیم قدم اول یعقوب زیبای موضوع را بعد تحریر آورده ای برادران من آیت دوم از باب اول کتاب یعقوب ای برادران من هرگاه با آزمایش های گوناگون روبرو میشوید آن را کمال شادی بنگارید زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از باطه آزمایشا پایداری به بار می آورد اما بگذارید پایداری کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیز کم نداشته باشید اگر از شما کسی بی از حکمت است درخواست کند از خدایی که سخاوت مندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و با وی عطا خواهد شد اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود را ندهد زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سرانده می شود چون این کس نپندارد که از خداوند چیز خواهد یافت زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار خیش ناپایدار امین این است کلام خدا بیان امروز بیشتر از من از کلام خدا بشنویم امروز ما میخوایم بیشتر کلام خدا را صحبت بکنیم تا او اندوخته و یاداشت های شخصی خود ببینیم کلام خدا برای ما چی میگه و بسیار زیبا برای ما اینجا میگه که ای دوازده خوشا به حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان میدهد زیرا چون از بوته آزمایش سر بلند بیرون آید آن تاج حیات را خواهد یافت که خداوند به دوستداران خیش وعده فرموده است اینجا ما به وعده زیبای خدا می رسیم که در قسمت وقتی که بر ما در آیه دو میگه که ای برادران من هرگاه با آزمایش های گناگون رو برو می شوید آن را کمال شادی بنگرید پس اگر ما در آزمایش ها در دردها، مشکلات و در چالش های زندگی پیش می آییم. چی باید بکنیم چی باید بگویم آیا فرار بکنیم آیا فرار بکنیم در این سختی ها یا بیشتر به خدا توجه بکنیم یا اتکای ما به خدای ما باشد اتکای ما به ایمان ما باشد که بگیم اختی... که میگیم ایمان دارم ایمان من ایمان زنده است من ایمان به خدای زنده دارم و خدایی که زنده است خدایی که جانش را بر من داد پس در این آزمایشات ایزان ساخته میشیم بنابراین بار اول خواندن این آیه واقعا تعجب آور چون آنقدر مشکلات ها در زندگی زیاد است که اگر یکی فراموش کنی دومی را نمیکنی اگر دومی فراموش کنی سیومی را نمیکنی یکی پشت سر هم می آید زندگی همش در این این آزمایشات و این چالش ها هستش ای برادران من هر گه بازمایش با های گوناگون رو برو شوید آن را کمال شادی بنگرید چطور میتونم من در درد ها و مشکلات ها و در این چالش و در این درد این آیه بعدی است در این درد چطور می پایدار باشم چطور میتونم ایمان ما حفظ بکنم چطور میتونم این ایمان ما واقعا ما به شکلی که خدا بر من تعلیم داده که ایمانت مرده نباشه زنده بوده نگه دارم چرا این آزمایشات هست عزیز من این آزمایشات برای ساختن ماست، همونطور که طلا در آتش میفته این آزمایشات است که ما ازش وقتی بیرون میایم سر بلند میشیم این آزمایشات از عزیز من وقتی در این سختی ها مفتیم ما رشد میکنیم رشد میکنیم و به بلوغیت میرسانیم میرسه ایمان ما به بلوغیت به اونجای میرسه که اگر در صددی هستیم در آرزوی هستیم که تاج جلال را به دست بیاریم پس در این آزمایشات باید شاد باشیم باید استقامت باید برده باری باید بیاموزیم باید بیاموزیم آموختن ما چی است آموختن ما ای است که ما بیشتر به خدا اتکا بکنیم تا اگر به خدا اتکا نکنیم چیز نمیاموزیم دنیا برای ما آموزش اینه نداره که ما در مقابل دردها و رنج ها بیستیم یک سلسله تسلیه را به ما میته بله حتی حتی به شکل دیگه هم دنیا برای ما تسلی میته کسی اگر میخوای آزمایشا از آزمایشات در چالش ها در تا مشکلات های زندگی بره بیرون رجوع کنه به مواد مخدر مشروبات و مسائل دیگه که در این دنیا هست اون یک مقدار انسان آرامش میده ولی, ولی کلام خدا چی میگه آیا این شادی ابدی است برای من تو پس این سختی ها هست از که ما رشد میکنیم و با بلوغت ایمان میرسیم و اگر بالغ نشدیم اگر ایمان ما زنده نیست اگر هنوز ای به اینجا نرسید ای که متوجه شیم ایمان ما زنده است یا نیست چرا چون ایزان اگر توجه نکنیم به این موضوع مطمئن باش که دشمن ما که چهار چشمی ما با نیروهای نامری سرکار داریم بله نیروهایی که به جسم شاید نبینیم شانه ولی این نورای نامری این دشمن این شریر، این کسی که در صدد دزدیدن ایمان من تو است چیکار میکنه چارچشمی در صدد حمله بر من توست که کجا ایماندار ضعیف در گیر بکنه ببله این کار شریر شیطان است عزیز شریر شیطان فکر کنه که با بدن من تو کار نداره با ایمان من تو کار داره ایمان من تو بر اون مطرح است که او رو بدزده از من تو چون میدان اگر ایمان حفظ بکنی اگر ایمان زنده داری اگر ایمان ما را در راه نیک به انجام میرسانیم سرانجام تاج جلال را میگیریم و در این دنیا انسان های با شخصیت و با آبرو و با عزت و پر افتخار به عنوان خانواده خدا به عنوان فرزند خدا زندگی میکنیم این کار شری شیطان که بدازده و عزیز ما چنانچه تجربه نشان داده خیلی از ایمان دارم خیلی از ایمان دارم خیلی از ما منم در مدت در این ای پروسه را تایی کردیم جدا از این نبودیم مسیحانی هستیم که متاسفانه متاسفانه با جز از درد و رنج و درد از وا و الا و چی کنم چی کنم و وای وای و چرا من چیز دیگه ندارم برای گفتن سالهاست هاست ایمانداران هستن که در ایمان هستن خدا را شکر نجات را دارن، تعمید را دارن، مسیرت دارن، کلیسا را دارن، رهبران شبانان، تعلیم می میبینن، کلام را میبینن، غذای رنگ و رنگ روحانی را میخورن، هر میشم یا هر از هم کلیسا میاین، اما بازن هم مسیحان، من شخصی از طرف جمله کلام خودم هست، مسیحان وا وای 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 هستیم، وای وای، چرا من، چرا این، چرا آن، چرا خدا مرا نمیشناسه چرا خدا جواب مرا نمیده عزیز من اینا همش وابسته به این است که چقدر من با خدا تکا دارم چقدر ایمانم استاده هستم چقدر به ایمانم ارزش قائل هستم چقدر ایمان رو دوست دارم چقدر ایمان و احترام دارم چقدر ایمان مرا عاشقش هستم چقدر به این باور رسیدیم که ایمان من ایمان زنده است من در ایمانم عمل بکنم و عمل کردنش بعضا دوباره میگم یک قدم دیگه به سوی عمل کردن اون چیزی که کلام خدا از من تو تقاضا داره و خواسته محبت خدا و کار خدا و امر خدا یا مسئولیتی که خدا برای ما گذاشته ما در کتاب انجیل میخوایم که بار سنگین نیست بعضی میگن میگن خدا بود و کیسای مسیح است اون طور است مگه من میتونم این کار رو بکنم اگر کم بیشتر بهش توجه بکنه بابا این خب... ب... رهبر این که معلم کتاب مقدسین که یک عمر تحصیلات الهیاتی داشته این میتونه این, این سی سال در ایمان بوده مگه من تازه ایمان آورده مگه من میتونم بله عزیز کسی که روی خدا را داره اون قدرت آسمان داره اگر ایمان داری به عیسی مسیح روی خدا را داری اگر روی خدا را باور نداری بس داری وقتی نیروی خدا را داری یعنی قوت قدرت خدا را داری وقتی داری پس میتونی در مقابل شریر شیطان بیستی در این وسوسه ها و این چالش ها پیروز بیایی شاد باشی وا ویلا نگوی وای وای نگویی بلکه بگی منم فرزند خدا خدا را شکر به این حضور شیرین خدا ایماندار که شاد است ایماندار که در قودت خدا با ایمان استاده ایماندار است که هر آن لحظه حضور شیرین و پرقدرت خدا را در قلب و زندگیش در ثانیه به ثانیه زندگیش باور دارن احساس میکنه من مخالف این حرف احساس هستم که من احساس کردم احساس گذراست باور دارم ایمان دارم آمین ایمان دارم که حضور خدا با من است عزیزان اگر کسی نداره عزیز من که اینجا میبینیم و مشنوی خواهر من برادر من دوست من عزیز من هنزانه که اینجا نشستیم. اگر تا به امروز به این موضوع نرسیدی اگر فکر میکنی که داری یا نداری ایمانت زنده است یا مرده آیا میتونی در سختی ها در چالش های زندگی بیسی و شاد باشی یعنی اگر تا به امروز نداشتی نداری یا سویت نرسیدی به اونجا شاید توجه نکردی ما رهنمایی داریم کلامی که قدم های ما را چراغ و زندگی ما را نور است یک چیز داریم به اسم کلام زنده خدا نامه عاشقانه خدا اینجا برای ما آیات داده می آیت پنج و شیش از باب اول می خانیم آیه پنج و شیش کتاب یعقوب باب اول چی میگن اگر از شما کسی بی از حکمت است درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند آمین؟ کسی اگر؟ بی به بهر از حکمت است هنوز حکمت آسمانی را نداریم هنوز به اونجا نرسیدیم هنوز دریافت نکردیم هنوز شک داریم هنوز در مشکلات ها و درد ها داد و فریاد میزنیم جمله بسیار مشهوری که همیشه گفتیم نرم پیش خدا داد بزنم که وای مشکل من چطور میشه بلکه برگردم برای مشکل بگم ای مشکل تو اینجا سی خدای من بالاتر از توست اینو باید بگویم پس این حکمت از خدا بخوای از خدا بخوای چی میگه اگر از شما کسی به از حکمت است درخواست کند از کی از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا میکند میریم در حضور خدایی که زنده است ایمان من تو به عیسی مسیح آمین که ملامت نمیکنه من تو را نمیگه تو درد افتادی در مشکل افتادی در آزمایش افتادی چالش اومد در زندگیت این سنگ آمد زوره زندگی تردت بکنه برد که خدا افظت. نه خدای ما خدای ترد کننده نیست ترک کننده نیست خدایی است که با آغوش باز میپذیره اون پذیرش خداست که من تو اینجا نشستم اگر پذیرفتن شده بوده مگر خدا من را قبول نمیکرد نه از من تو از اونجا میشنیدی ایرا لذا و گوش میدادی نه از که اینجا نشستی و گوش میکنی نه قد وقت ما را زایه میکردم اینجا پس خدا به ملامت برای من تو عطا میکنه آمین برای همه هر کی بخواد هر کی بخواد نه در شک درش نیست و استثنایم وجود نداره که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا میکند و با وی عطا خواهد شد خواستی که عطا نشده برد؟ دعا کردی که نیافتی کوبیدی که باز نشده جستجو کردی که نیافتی اگر این است هنوز جستجو نکردی هنوز با نخواستی امروز روزش است امروز زمان است یک چانس امروز به از این زمان از این لحظه از این صحبت از این حرف از این کلام استفاده بکنیم. استفاده عظمی استفاده روحانی که شادی در زندگی من تو برگرده نه درد بله درد است رنج است غم است مشکلات است بمب است کرونا است آتش سوزی است نمیدانم هزاران هزار فجایع در, در دنیا است ما در دنیای سقوط کرده پر از گناه زندگی میکنیم در این دنیا هستیم از این دنیا نیستیم ای دنیا پر از درد غم است ولی کتاب رومیان چی میگه برای من تو کی میتونه مرا از محبت مسیح جدا بکنه چی درد رنج مشکل کدام قدرت و قوا زمان درد و مشکل من تو را نمیتونه از محبت مسیح جدا بکنه که ایمان داریم که بله ایمان من زنده است باور به ایمان زنده خود داشته باشیم نه که ایمان مرده بیاین خدا ما حق بزنیم که ایمان ما در کجاست های 6 اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود را ندهد زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به با هر سو رانده می شود اگر شک میکنی و تردید میکنی در این عطی خدا و در این محبت خدا مطمئن باش که کلام خدا وقتی مگه مثل باد هر طرف میریم بله امروز ایمان ما داریم قوی هستیم هللویا سرود می خوانیم دعا می کنیم پرستش می کنیم داد می زنیم فریاد می زنیم از ایمان ما شاد هستیم آمدیم با اندک اندک نظر ضربه بگویم اندک پیش آمده که در زندگی ما آمد یا خود ما را گم بکنیم یا دست پای ما را گم بکنیم این است کلام خدا برای ما میگه که ما از آزمایشات بسیار زیبا میتونیم بیایم بیرون در صورتی که طلب حکمت بکنیم مطابق آیه پنج طلب حکمت از بالا بکنیم ساخته میشیم آزمایشات از از زندگی ما رد نکنیم فرار نکنیم از آزمایشات بگذار که از, آزمایشات عبور بکنیم من از برادر ادوارد سوپیان سپیان از این سالها پیش نیده بودم که گفت هیزان اگر در امچو آزمایشات افتادی کمال شادی بکن چرا چون به این دلیل که خدا خدا وقتی که وعده داده به وعدش امین است وعده دهنده امین است خدا نمیخواد ما را از کنار آزمایشات و سختی یا عبور بده که نه لذت در ایمان نداشته باشه نه بخ... قدرت خدا آشنا میشیم نه محبت خدا را به طوری که باید شاید بچشیم میچشیم بلکه خدا ما را چیکار میکنه از درون این سختی ها و مشکلات عبور میته از این آزمایشات عبور میته از کنارش رد نمیکنه عبور میته از وسط از درون این مشکلات ها تا مثل تلای ناب بیایم بیرون چه کسی این آزمایشات را می آوره ایزان؟ چی, چی فکر میکنیم؟ خدا، شیطان، یا پیش های روزگار زندگی کدامش؟ چی باعث میشه؟ کدامش درست است؟ اینجا زمان به این جواب مر... جواب موضوع... ای حرف از زمان رو میتونیم پیدا بکنیم که به اونجا رسیده باشیم که بله ایمان من ایمان زنده است و ایمان ایزان عمل میخواید ایمان زنده عمل میخواید اگر عمل در زندگی داری مطمئن باش ایمان زنده است اگر عمل نداریم در زندگی روحانی ما در این روند زندگی ایمانی مطمئن ایمان ما ایمان مرده است که آیات بعد باز ما رو به اونجا میرسه که در کجا با چطور پس جواب پس میدیم از چی باز میمانیم اینجا خداوند در کلام یک دوازده برای ما بعده داد این وعده خدا که تاج حیات را میده برای دوستاران خودش اما این تاج حیات کی به دست میاریم چگونه چطور آیا امروز ایمان آوردم نجات آوردم آمدم جا نشستم راحت بشم بر خودم زندگی بکنم هیچ کاری نکنم دست به دست تا با امید خدا که فوت شدم زمینه گذاشتم کنار رفتم آسمان اونجا که تاج جلال منتظرم از همین است کلام خدا بر من این یاد نداد کلام خدا بر من گفت که ایمان بدون عمل مرده است اگر عمل ندارم در ایمانم ما مثال های زیاده در کلام خدا داریم آیات زیاده داریم داستان های زیاده داریم حقایق داریم که خدا بر ما تعلیم میده درس میده ما یک سلسله آیات نوشه کرده بودم که همش کنار گذاشتم چون باید حداقل یک ساعت یک ساعت و نیم روش صحبت بکنیم پس میگردیم به یک شخص توجه میکنیم ما یک کسر به نام پدر ایمان داریم در زندگی کی از پدر ایمان ما ابراهیم ابراهیم پدر ایمان ما نامیده شد کلام خدا نه با ایمان بود که ابراهیم پارسا شمارده شد اما عمل ایمان ابراهیم چی بود عمل ایمان ابراهیم چی بود عزیزترین ش... کس زندگیش یگانه شخص زندگیش یگانه چیزی که اسحاق بود گذاشت روی مصیبه این است عمل این در وقتی میگه پدر ایمان ایمان وقتی که ما می اگر از ابراهیم بیاموزیم ابراهیم بهترین 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 چیز زندگیش روی مذبه گذاشت اینجایی که پدرها هستیم مادرها هستیم حتما این موضوع درک میکنیم که اولاد چقدر شیرین است فرزند چقدر عزیز است خدا را شکر بسیار فرزنده که من دارم حالا که با میده خدا نواسید نوی دوباما میاید این شیرین تر مغز بادام من دو روز هوا را نبینم روز به نظرم شب است چقدر اولاد فرزند شیرین است بهترین چیز زندگیت را بیاری روی مسه برای خدا بگذاری برای خدا قربانی بکنی ابراهیم اگر این حکمت را نداشت ابراهیم اگر این ایمانش برش ارزش نداشت ابراهیم اگر احترام بر ایمان خود قائل نبود آیا اسحاق روی مذبع میگذاشت همه چیز داشت هیچ چیز کمبود نداشت ابراهیم همه چیز داشت ولی اسحاق هم یه روی مسبره این عمل ایمان است اگر بریم روی آیات بد و ببینیم که راهاب چی کار کرد یا کسای دیگه در کلام خدا نمیم که اینجا و به نگاهی دیگر از کلام خدا بخوانیم گفتم بیشتر سو کلام صحبت بکنیم کتاب رومیان باب پنج آیه سه و پنج چی میگه؟ نه تنها این بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سازد و شخصیت سبب امید می گردد و امید به سرفگندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح قدوس به ما بخشیده شده و در دل های ما به فراوانی ریخته شده است این برده باری این تعامل این درخواست حکمت این پایداری چی کار میکنه؟ برای من تو شخصیت روحانی میده شخصیت من رو میسازه خیلی از انسان ها در روی زمین می بینیم که شخصت های بزرگ دارن رهبرانی هستند وزرا و رئیس و پادشاهان و شاین شاهان و آن و آن هستن همه افتخارات دارن برو هستن همه محققین هستن نام شخصیت های برای خودش دارن ولی اینجا این کلام خدا چه شخصیت برای من تو میده رو این شخصیت بیا فکر بکن بعد از اینکه شخصیت ما برای ما ثابت شد بعد از اون شخصیت روحانی رو به دست آوردیم اونجاست که این آیه کلام خدا آیه دوازه باب یک نصیب من میشه نصیب تو میشه کی میخوای افتخار داشته باشه چند نفر عزیز چند نفر میخوای این تاج را داشته باشه این تاج حیات تاجه که خداوند به دوستانان خودش اما ایمان مرده بدون عمل نیکو چی باید بکرد؟ ایمان مرده ایمان بدون عمل ایمان که هیچ عمل نیکو شایسته درش نیست ایمان که شخصیت را نمی سازه چی میشه ما اینجا در قدم پیشتر خدمت شما گفتم که خدا اجازه می ته که آزمایشات در زندگی ما پیش بیایه و این آزمایشات به خاطر خوبی ماست ما را می سازه و ما را از این آزمایشات خودش عبور می ته. اگر اجازه می ته آزمایشات در زندگی ما قرار بگیره که گفتم ما از آزمایشات از باید رد نکنیم فرار نکنیم بگذاریم از وسط این آزمایشات و این را فراموش نکنیم که خدا خدا اگر اجازه میت آزمایشات در زندگی ما قرار بگیره ولی چیزی را که خدا اجازه نمیت چی است خدا اجازه نمیت که ما در وسوسه قرار بگیریم در وسوسه بمانیم چرا ایزان آزمایش و وسوسه دو چیز متفاوتی است آزمایش و وسوسه دو چیز متفاوتی است آزمایش از بیرون وارد میشه ولی وسوسه از درون انسان میاد وسوسه چیزی است که از درون من تو آماده میسازه که تومه شریر شویم یا بیایم اون تاج را به دست بیاریم و اینجا همین رقم که وسوسه از درون می آید و این وسوسه های درون عزیز من به خطرناک به نهایت خطرناک و به خطرناک است و این وسوسه میتونه ما را اسیر خودش بکنه وسوسه دامی است از این یک دامی است که شکارچی برای شکار خودش اول آماده میکنه اگر داستان شکارچی را میدانین که به احتمال قوی بهتر از من میدانین شکارچی حتما برای شکار خودش یک دام را آماده میکنه توسط اون دام شکارش را به دست میاره و وسوسه هم نیز وقتی که شریر شیطان این وسوسه را از درون در ایماندار بالغ نشده در ایماندار که ایمان مرده داره وسوسه را روز از روز قویتر و قویتر می سده. چون گفتیم که شریر شیطان در انتظار است که کجا ضعیف را گیر بکنه و ببله پس در آزمایشات اگر حکمت نطلبیستی و نرفتی به سوی خداوند شریر شیطان از این سوی استفاده میکنه آزمایش را به وسوسه تبدیل میکنه وسوسه در درون ما قرار میده و این وسوسه درون است که ما را به سوی هلاکت میکشانه میام آیه 13 این باب یک چیز رو بخوانیم از آیه 13 خدمت شما بخوان نامه اول یعقوب هیچ کس چون وسوسه می شود نگوید خداست که مرا وسوسه می کند زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود چون گفتیم که خدا از اجازه می ده سر رای ما قرار بگیرد ولی این وسوسه از درون ما میای بیرون ما در این دیگه نباید خدا را ملامت بکنیم و تقصیر خدا بندازیم زیرا خدا با هیچ بدی وسوسه نمی شود و کسی را نیز وسوسه نمی کند هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را می فریبد چند چیز هفت نکته اینجا مد نظر بگیریم در این آیه. هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را می فریبد و بدام دام می افکند هوای نفس که آبستن شود گناه می زاید و گناه نیست چون به سمر برسد مرگ به بار می آورد برادران عزیز من فریفته مشوید مش فریب نخوری اوشیار باشیم کلام خدا بسیار واضح بر ما میگه درست است ما به غرض باشیم به درد سر باشیم اذیت ما با کسی نرسه مثل کبوتر بی آزار باشیم ولی مثل مار اوشیار هم باشیم زیرک هم باشیم چون با دشمن زیرک و اوشیار سر کار داریم شریر شیطان پس اوشیاری رو از کلام خدا حکمت باید طلب بکنیم حکمت بر ما چی میگه هنگامی که وسوسه میشیم نه تمام تقصیر سر خدا بندازیم خدا نی... رضای خداست خاص خداست ما انسان ها عادت داریم خصوصا ما افغانی عادت را داریم هر مشکلی که آمد هر درد سر آمد هر غمی آمد خاص اراده خداست خدا خاص شد بابا خدا این کار را نمی کلام خدا بر من او که وقت مشکلات آمد خدا اجازه میده تا من ساخته ولی مستقیم نمیگه برو این عمل دزدی و زنا را انجام بده که من شم که ایمانت زنده است یا مرده فکر نکنم خدا تو اندازه کار برای من تو انجام بده اما دوستان عزیز وقتی که هوای نفس وقتی که خواهشات درون وقتی اون چیزایی که از خدا نیست در درون ما دشمن اون رو پروراند میدانید چی میشه هفت تا نکته را گفتیم اینجا در نظر بگیریم هوای نفس خود ماست این هوای نفس چطور میتونیم مهار بکنیم چی میتونه مهار بکنه اگر آیات قبل که گفتیم عبور از آزمایشات چی گونه باید باشه بعد چی و این اوای نفس چی کار میکنه ما را فریب میده دروغ میگه شریع شیطان دروغ گویست و پدر دروغ هاست با هزار ایله و نیرنگ میای به سراغ ما هزاران شیر از ما پیدا میکنه منتظر یک سر سوزن سراغ است که از اونجا استفاده بکنه با او یک کاه به کوه تبدیل بکنه حالا بعد چی میکنه بعد از اینکه با, با دروغ وارد شد این ایله شیطان است وقتی شیطان با دروغ وارد شد چی میکنه من تو را به دام میفتیم دام شیطان افتادیم وقتی به دام افتادیم چی و این دام ها خیلی مهم است باید متوجه شیم پیدا بکنیم که شریر شیطان چطور و کدام دام امروز برای من آماده کرده ایمان که ایمان داره که در دعا در مشارکت در کلام خدا در پاکی در صداقت در راستی خدا زندگی میکنه این دام های شیطان از زود مشخ... مش... متوجه میشه ایماندار که خواب برده است ایماندار که بسیار از درد آ... 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 چالش های زندگی وای وای میگه توجهشون به دردهایش است نه به خدا دام ها را متوجه نمیشه و یک دانه میدونه که هزاران کار را انجام بده و حالا وقتی با دروغ آمد به دام انداخت و بعد از دام, دام انداختن چیکار کار میشه؟ از ایماندار یک گناه سر میزنه و اگر این گناه توبه و بازگشت نشه چیکار کار میشه؟ این گناه در درون انسان روز براش چی کار میشه؟ پرورش میکنه وقتی این گناه پرورش پیدا کرد چی میشه؟ مرگ سرانجام مرگ را آورد سرانجام چیزی که مرگ آمد و این مرگ است که از اون تاج جلال ما فکر بکنم که نصیب من شاید نشه من نمیدونم میره باز خوار نسین حتما در صحبت بعدشان شاید کنم وقت اگر خواستم با ما صحبت بکنن تعلیم بتن که آیا ما میتونیم ای تاج از دست بتیم؟ آیا از دست دادن تاج امکان داره؟ که من فکر میکنم این تعلیمات مختلف از دست دادن نجات و حفظ نجات و کلام خدا بسیار واضح به ما میگه که دشمن ما چگونه دامش را از بیرون آماده میکنه که در درون ایماندار او را پرورش بده و ایماندار که توجه به ایمان خودش نکنه ایمانش مرده باشه این دام این دانه در درونش پرورش میکنه بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه نه تنها از تاج باز میمانه بلکه بدترین چیزای دیگه که من فکر کردم یک آیه آخره بخوانیم از کتاب اول یوحنا باب دو آیه پونزه تا هیفده سه تا آیه خدمت شما می و از اینجا صحبت ختم می کنیم دنیا و آنچه را در آن است دوست مدارید اگر کسی دنیا را دوست بدارد محبت پدر در او نیست زیرا هر چه در دنیا است یعنی هوای نفس هوس های چشم و غرور مال و مقام نه پدر بلکه از دنیاست دنیا و عوض های آن گذراست اما آن که اراده خدا را به جا می آورد تا به با ابد باقی می ماند آمین آن که, آن که اراده پدر را به جا می آورد تا ابد باقی می ماند آمین با این آیه صحبت ختم می کنم باب دوم کتاب مکاشفه آیه با این آیه بریم ایزان فکر بکنیم و امروز دوباره ایمان ما را یک چک کنترل بکنیم یک سر بزنیم به دنیای ایمان ما با عیسی مسیح که تا امروز ایمان ما در کجا قرار داشت آیا ایمان ما زنده است یا ایمان من مرده بود خوابیده بود یک چند روز از زمان که ایمان آوریم تا لحظه که پیام را شنیدیم ایمان ما زنده بود یا ایمان ما در خواب رفته بود یک تکان بخور عمل چی, عمل میتونه عمل ایمان بسیار زیاد است من نخواستم همه را بگویم کلام خدا در یعقوب خیلی چیزها را بر ما درس میده بهترین بیشترین چیز که یعقوب در باب سه میگه که مسئله زبان است چطور زبان ما را مهار بکنیم این هم عمل ایمان ماست ما چطور نزه ها در بین کلیسا ها و ایمانداران به وجود می چطور دوا ها وجود چطور قلب ها مشکنه چطور قتل ها و صورت می اگر عمل ایمان نباشد پس این امروز ایمان خود ما را ما بزنیم به این آیه ده از کتاب دوم مکاشفه که ایمان اینجاست بله از رنج که خواهی کشید ما ترس با خبر باش که ابلیس برخی از شما را به زندان خواهد افغان تا آزموده شوید و در روز آزار خواهید دید لیکن لیکن اینجا بسیار مهم است این قسمت لیکن تا به مرگ وفادار بمان که من تاج حیات را به تو خواهم داد تا به سرحد مرگ تا به سرحد کوشا باشیم که این تاج را به دست بیاریم امین چند نفر می‌خوایم تاج را به دست بیاریم هللویا پس به اسم لحظه دعا بکنیم ایزان تا این تاج واقعا از آن خود بکنیم واقعا این تاج باشه که ما لایق شستیم ما خداوند خواست خواسته ما را که تاجه اگر نمیخواست خواست که تاجه داشته باشیم وعده زیبای خدا بر من تو نبود هیچ وقت این آیه را نمی هیچ وقت نمی گفت که برای دوستاران خودش در نظر داره خدا چیزی که در نظر داره میکنه خدا به قولش وفا می کنه آیا من تو به قول که ای با در ایمان دادیم وفا می کنیم که اینجا در تعمید گفتیم که تا آخر با عیسی مسیح می ایسم شاگرد عیسی مسیح می باشم با مسیح مردم با مسیح قیام کردم آمین هللویا خداوند پدر شکر سپاس بر این زمان برای وقتی که خداوندا داشتیم شکر خداوندا بر این کلامی که خداوندا کلام تو ما را بیدار میکنه هوشیار میکنه زنده میکنه خداوندا شکر میکنم خداوندا که کلام تو برای قدم های ما چراغ برای راه های ما نور و بر روح ما غذا است خداوندا شکر بر این غذای آسمانی خداوندا که اگر این غذا نبود خداوندا جان ما بدن ما جسم ما روح ما همه ما خداوندا مرده بود همه ما در خاک خداوندا فرو رفته بود و چیزی ازش باقی نمی ما و میدانم دانم خداوندا که تو خدای پر از محبت خدای پر از عشق این خدایی که از ازل بودی و تا ابد این خدایی که برای یک یک از وعده هایت امین و وفاداری این خدایی که خداوند تاج جلال بر من گذاشتی امروز در کلامت خداوندا به من یاد میتی من چطور بتانم ایمان مر خداوندا حفظ بکنم ایمان مرا عمل بکنم ایمان زنده داشته باشم رول قدوس عزیز درخواست دعای من برای خودم خداوندا و برای عزیزان این از خداوندا برای زانا که میبینن و مشنه من خداوندا روح قدوس عزیز مرا یاری برسن کمک بکن خداوندا تا این ایمان ما خداوندا تا پای مرگ خداوندا حفظ شود تا لحظه که خداوندا چشم در چشم خداوندا در آغوش تو هستیم خداوندا این ایمان ما خداوندا اینجا از این آزمایشات سر بلند بیرون بهیم خداوندا شرمنده نشیم پدر آسمانی شرمنده نشیم در این زمانی که در اینجا هستیم خداوندا در این آزمایشات ما را کمک بکن یاری بکن خداوند اون که اراده توست پدر میدانم خداوندا که سختی ها زیاد است مشکلات زیاد است اما اینا ایمان دارم پدر که خداوی تو هم است خداوندی تام حضور داره قوت و قدرت تو هم حضور داره خدایی تو هست خداوندا که منو حفظ بکنه بعضی از ها سر بلند بیرون بیه شکر میکنم پدر به نام مسیح مسی طلب کمک یاری میخوایم خداونده از امروز تا به آخر خداونده در ضعف های ما قوت ببخش خداوندا درد های ما را خداوندا تنها مرهم نتی خداوندا که شفا التیام بگیره بلکه خداوندا شفای کامل بده خداوندا ما نمیخوایم در این دعا خداوندا زخم ها و درد های ما فقط بنداش پیت شوه میخوایم داروی او که به کزیشه خداوندا خوش شوه به بسته شوه و خداوندا سالم به حضور تو حاضر شوه شکر میکنم پدر به نام مسیح آمین آمین فیض خدا با شما باشه, باشه عزیز